حالا ماها به خاطر اطلاعاتی که داریم یه مقدار شاید بیشتر از شما بدونیم که دشمن چه سرمایه گذاری عظیمی کرده بود. از اواخر 96 اول 97 تا امروز 2 سال آموزش میده، پول میفرسته، تجهیزات برای اینا میفرسته، آماده میکنه، بمباران تبلیغاتی میکنه و از اون طرف فشار سهمگین اقتصادی روی مردم که مردم عصبانی کنه، مردم ناراحت بکنه، اینا رو بریزه تو خیابون. اصلا آرزوهای اینها داشتن، فکر میکردن اگر در یک مسئله حادثه پیش بیاد دیگه تمامه، کار نظام تمامه، اینجوری تو ذهنشون میامن. حالا مسئله اصلاح قیمت انرژی که حالا من بهش اشاره میکنم وقتی در شب جمعه اجرا شد و روز جمعه، خب اینا کلن اصلا تو این فاز نبودن که چه خبره و چه خبر میشه. از غروب جمعه تقریبا بعضی از حرکتها مشاهده شد. اینا با همه قدرت از شب شنبه وارد عمل شدن، با تمام توان، با همه قدرت. فکر میکردن که ماها طول میکشه. اینجوری تو ذهنشون بود که کشتار و جنگ داخلی و فکر کردن مثلا با یه عده‌ای که آتش بزنن اموال مردم رو، نمیدونم چراغ راهنمایی رو بشکنن، یه بانکی رو آتش بزنن. حالا دشمنی که 2 سال بود خودش آماده کرده بود، دید ها الان فرصت مناسبیه، آمد به صحنه. خب اون که آمد یک مرکز درمانی رو آتش زد، یه فروشگاه رو غارت کرد، یه فروشگاه رو آتش زد، حمله کرد به یک مرکز نظامی، این مربوط میشد به قیمت سوخت. معلومه این آدمایی که برنامه ریزی شده الان افرادی دستگیر شدن، البته بعدا اینا باید بیان برای مردم توضیح بدن. من همینجا اعلام میکنم به وزارت اطلاعات، به وزارت کشور، اینا بیان برای مردم توضیح بدن. افرادی که دستگیر شدن، افرادی که تو صحنه دستگیر شدن، افرادی که رهبری میکردن تو خونه، افرادی که تو خونهشون سلاح‌های فراوان تو خونه بودن، افراد تیمی که بودن، بیان همه رو بگن به مردم توضیح بدن. قوه قضاییه مقدسا این کارو میکنه، وزارت اطلاعات این کارو میکنه، وزارت کشور این کارو میکنه. و من در اینجا میخوام این نکته رو تاکید بکنم که هفته هفته بسیج هست. ما در تمام قضايا بسیج ما نقش بسیار ارزشمندی رو ایفا کرده. حالا از جنگ تحمیلی گرفته که بسیج به جای اینکه بیاد از ارتش و سپاه حمایت بکنه، آمد خط مقدم. در حالی که در قیام سراسری همگان شاهد تهاجم مردم و جوانان شورشی تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان به مراکز حکومتی و مقابله قهرمانانه فرزندان ستارخان و باقرخان با مزدوران خامنه‌ای بودند، آخوند شیاد حسن روحانی در سخنرانی خود در بستان‌آباد ضمن مجیزگویی از خامنه‌ای و در یک وارونگویی وقیحانه گفت در حوادث اخیر مردم تبریز و بستان‌آباد و دیگر نقاط آذربایجان از خامنه‌ای حمایت کردند. من میخوام از مردم آذربایجان شرقی، از مردم تبریز، از مردم بستان آباد، از همه شهرستانها تشکر کنم به خاطر حمایتشون از انقلاب، به خاطر حمایتشون از رهبری، به خاطر حمایتشون از نظام، از ایران عزیز. همیشه این مردم پیشتاز بودن، همیشه این مردم برای ایجاد امنیت پیشتاز بودن، همیشه این مردم در برابر بدخواهان ایستادگی کردند و تو این حوادث اخیر هم مردم عزیز آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کل این مناطق مناطقی بودند که با کمال دقت، با کمال هوشیاری، با کمال زمانشناسی و وقتشناسی به صحنه آمدند